برنامه امروز ما نگاهی است به چند خبر مهم، نگاهی است به مجلس یادبودی که ابتدا در محل بنیاد ایمان به مناسبت از دست دادن شخصیتی بسیار بسیار محترم، نازنین ستاره سعیدی، همسر هنرمند کشورمون، دوست عزیزمون بیژن مرتضوی صورت گرفت. از دست دادن چنین عزیزی نه تنها به عنوان اینکه همسر رفیق و دوست عزیز ما بوده، چرا که روابط دوستی من با بیژن مرتضوی، با خدمت شما عرض کنم، ما کلن، من، علیرضا امیرقاسمی، کوروش بیبیان، با بیژن یک رابطه خارج از مسئله کاری داشتیم و یک دوستی بسیار عمیق بوده و از دست دادن همسر رفیقمون بسیار دردآوره و دردآورتر از اون اینه که چنین نازنینی که اینقدر محبوب همگان بود، هم به عنوان یک همسر، هم به عنوان یک خواهر، هم به عنوان یک دوست، هم به عنوان یک همکار، چقدر مورد احترام بود، از دست دادن چنین شخصیتی که عاشق همه بود بسیار دردناک. بر صورت نمیتونم بگم به دوست عزیزم بیژن مرتضوی تسلیت میگم، فقط باید گفت حیف، حیف و حیف، چرا که رفتن ستاره عزیز ستاره‌ای بود که همه ما او رو از دست دادیم. نگاه میکنیم به این مجلس. ستاره رو در زندگی من گذاشت و معنی شیرین واقعی زندگی رو من چشیدم. تنها آرزویی که داشت و تنها خواسته‌ای که داشت این بود که بیژن عزیز به راهش ادامه بده، روی استیج بره و همونجوری در تمام این سالیان به همه مردم عشق داده و ازشون عشق گرفته این راه ادامه داشته باشه. بیژن جان عزیزم امروز اولین کنسرت بزرگ رو بعد از پندمیک دارن ایشون برگزار میکنن، بعد از یک سال خورده ای که هیچ برنامه ای نبود و من خیلی براش خوشحالم، خیلی برای بیژن عزیزم خوشحالم، به خصوص اینکه خودم ایشون رو سالم و سلامت روی استیج دوباره میبینم که دلشون قلبشون اینطوری برای مردم میتپه و دوستشون داره برای همه. در اوج بود، از جنس خاک بود، ولی انگار متعلق به آسمون بود، انگار واقعا ستاره برازنده این وجود بود، چون از خاک بود ولی دل در افلاک داشت. بیژن مرتضوی جزء خوشبخت هاست که در برهه‌ای از زمان زندگیش شخصی مقابلش قرار گرفت، در زمانی که فکر نمی‌کرد هیچ زن دیگری میتونه او رو خوشحال بکنه بیاد و زندگی او رو دگرگون کنه، و این اتفاق برای بیژن صورت گرفت. بعضی ها به واسطه نزدیکی، آشنایی، همکاری برای خودشون در جامعه یه بچه‌ای درست می‌کنن که اون مشهور شدن، همه منیجرهای بسیار از سوپرستارها رو میشناسن، رو میبینن، ولی ستاره شخصیت ساز بود، یعنی برای خودش بچه ای روز کرده بود که من اینکه چندین بار دیده بودمش عاشق شخصیت این زن شده بودم. شاید اگر یک ماه پیش، دو ماه پیش من میخواستم از عشق ستاره عزیز به بیژن عزیز رو بگم، فکر میکردیم خیلی بهم ارباق میکنم. شاید اگر اون زمانی که بود از این عشق، از این عشق پاک میخواستم صحبت بکنم، همه فکر میکردیم که خیلی خیلی بهم ارباق میکنم. اما امروز همه میدونیم که ستاره چقدر بیژن رو دوست داشت. اگر عشق متقابل وقتی که وارد جمعی میشد جذب خودش میکرد،
جذب خانومیش، متانتش، لبخند ملیحش، نجابتش، قلب مهربون و انرژی فوق العاده مثبتش که به همه میداد. میدونیم گاهی وقتا عشق اینقدر قوی تره که شاید بعضی از ماها تجربهش نکردیم. ولی من خوشحالم که این برادر عزیزم در طی این چند ساله اون عشق رو تجربه کرده. قرون مست نگاهت، قرون چشمای ماهت، قرون گرمی دستات، صدای آرام پاها، چرا بارون ندیدی، رفتن جون ندیدی؟ مگه این دنیا چقدر بود بدیاش چند تا سفر بود؟ گفتی با دو تا ستاره میشه آسمون ببار. من اما گریه بارون قربت خیز خیلی یک دختر خانوی که عاشق بود. کسی که عاشقه، عاشق همه میشه. عاشق دوستش میشه، عاشق پدرش میشه، عاشق همسرش میشه، عاشق مردم میشه. کسی که در وجودش عشق باشه، در وجود ستاره عشق بود. مرسدم خدای من شاهده، خدای ستاره شاهده که چقدر سربلند این زن بیرون آمد و منو به این اعتقاد رسوند که مادر من یه همراه دیگه داره، یه همزاد دیگه داره به نام ستاره. یکی از ملیمترین زنهایی بود که من در زندگی دیدم، یکی از ملیمترین زنهایی بود که من در زندگیم دیدم. با هوش بسیار بسیار فراوان، با متانت بسیار زیاد، پشت کار عجیب غریب. بچه ها دوستان من میدونن که من به قول امریکایی ها ورکاهولیک هستم و سه روز چهار روز نمیخوابم و کار میکنم سالیان ساله. ولی ستاره نه تنها همپای من میامد، بلکه بعضی موقع کم میوردم. انرژی عجیب غریبی که داشت، عشق عجیب غریبی که داشت. من بچه پیغمبر نیستم، منم شیطنت های بسیار زیادی در زندگی داشتم، ولی سعی کردم از زمانی که با این بانو آشنا شدم، مخصوصا زمانی که ذات واقعیش رو شناختم، حتی زمانی که پاکی، معصومیت، مظلومیتش رو شناختم. هر آنچه که بلدم، هر آنچه که در وجودم هست رو رسامش بکنم. بعضی موافق بکنم، مرسی. بعضی موافق بکنم، ای خدا کاش 200 سال به من عمر میدادی تا 200 سال رو رسامش رو بودم. اینا شخصیت خانونی بود که ما دورادور همکرم میدیدیم و هر بارم که از نزدیک دیدم نموداری بود از شخصیت واقعی و دوست داشتنی و از این که بخواد پیشن رو به بالا بکشون. و واقعا در طول این 7-8 سالی که در کنار پیشن بود کاملا مشخص بود که چقدر نقش داشتن کارش در زندگیش، در لباس پوشیدنش، در برنامه هاش. این شخصیت واقعی ستاره بود. فقط یک جمعه به من گفت نگران کارهای میشنم. در سخت‌ترین لحظه‌اش فقط یک نگرانی داشت. توی اون لحظه گفت نگران میشنم، گفت امروز نمیرسم کارش انجام بدم. از سهاش گفت امروز نمیتونم کارهای میشنم انجام بدم. و هرگز از کلمه میشنم استفاده نکرد. یه میمونه کوچولو آخرش داشت، گفت بیژن در سخت‌ترین لحظه زندگیش نگران بیژن بود. و من با تمام وجود احترام می‌ذارم به این عشق، به این احساس مسئولیت. چیزی در زندگی برای طرف می‌دارم دوره می‌کنم زندگی مهدب. از زمانی که همسر من شد بالش نداشت، بالشش دست راست من بود همیشه یعنی دست.
خیلی براتون سواله. ستاره نه قرده مغزی داشته، نه سکته مغزی کرده. هیچ کدوم این شایعاتی که صحبت میکنن رو من فکر کنم میتونم در بارش حرف بزنم. بیماری هست که متاسفانه عزیز دیگر من بیژن پاکساد هم به او مبتلا شد. یک بیماری نهفته که دکترای عزیزی که اینجا هستن باش آشنایی دارن و میدونن به نام انریزم که در ایران بهش میگن انریزم. و این انریزم به چه صورتیه؟ به صورتیه که یک بادکنکی در مغز به وجود میاد که در طی سالهای زندگیتون تا نزدیک 40 سالگی میشه و 40 سال به بعد نمایان ممکنه هر لحظه بشه، این انریزم صورت میگیره. و نه که خود رگ بتره، که خیلی این رگ وقتی که به هم دیگه وصل هستن اون وسط امکان داره این اتفاق بیفته و صورت بگیره. زمانی که این اتفاق صورت میگیره دو تا راه داره. اگر رگ اصلی باشه که سریع طرف رو به کما فرو میبره و بعد از اون هم امکان زنده موندن بسیار بسیار کمه که برای بیژن رخ داد. برای ستاره به این صورت نبودش. برای ستاره این اتفاق رخ داد، به هوش اومد، خود به خود این رگ جوش خورده بودش و وقتی که بیمارستان رسوندنش شاید خدا خواسته، شاید این یک بخشی بود که میتونست خیلی از ماها رو به ما آرامش بده. ستاره شروع کرد به صحبت کردن و از همه خواست که بیژن تنها نذارن، از بیژن خواست که کارش رو ادامه بده. همه این حرف ها رو زد. یک دختر 39 ساله وصیت میکنه، حرفاش رو میزنه و بعد همون لحظه درست بعد از ضبط دوباره به کاما فرو میره. دکترها که نگاه میکنن و چک میکنن همون لحظه میگن باید بره تو اتاق عمل، چون این امکان داره هم هر لحظه دوباره این پاپ بکنه این رگ بتره که و این بار 100% میکشدش. به اتاق عمل میبردن. بعد از عمل من با بیژن صحبت کردم، گفت دکتر گفته همه چیز خوبه ولی خب گذاشتنش تو کمایی که این دوست کما بهش میگن، کمایی که خود پزشکای این کار انجام میدن و بعدش یواش یواش برش میگردن. خدا رو شکر بیژن خوشحال اومد، از همه تشکر کرد و ما هم خب یه مقدار خوشحال شدیم از این موضوع. روزها پس میشد، میگذشت، با بیژن در تماس بودم، با مازیار در تماس بودم و تا زمانی که یه 2 روز مونده بود خبردار شدم که دکتر گفته ما خون لازم داریم. اونجا این مقدار وحشت برای من به وجود اومد و گفتم این داره بزرگوار تاریخی که من تجربه کردم و اتفاقاتی که من تجربه کردم دوباره شاید داره رخ میده. و خدا رو شکر خب دوستان بودن، عزیزان دیگری بودن، خود خواهر ستاره اونجا بود، خواهرها اونجا بود، خواهر دومی داره که اونجاست، همه رفتن به خون دادن. مازیار میپرسیدم ازش چطور تو اقلا میتونی واقعیت بهتر به من بگی، چون به هر صورت توجه داشته باشی وقتی عزیز تو تو این واقعیت قرار میگیره تو یک نهر میری، یک به شکلی میخواید قبول نکنید این مسئله رو. وقتی هم با بیژن صحبت میکردیم ما فقط بهش دلداری میدادیم، چون غیر از اون نمیشه این کار انجام داد. 24 ساعت یا کمتر حتی 12-13 ساعت قبل از اینکه متاسفانه ستاره از بین ما بره، شدم کمتر با بیژن تلفنی صحبت میکردم. بیژن گفت علی قلبش ایستاد و دکترها احیا کردن، خدا رو شکر برگشت. گفتم خب خدا رو شکر، من رفتم خوابیدم. چند ساعت بعدش با تکست و تلفن دوستان از خواب بیدار شدم و گفتن ستاره متاسفانه فوت کرده. نمیدونستم چی بگم.
چون هیچ وقت باور نمیشه یه دختر 39 ساله به این صورت بخواد از بین ما بره. فکر میکنم که هر آنچه که در توان داشتم همون حسابش میکردم که کردم باز کمش بود، چون انقدر بزرگوار بود این زن، انقدر نازنین بود این بانو، یک انسان واقعی، یک انسان واقعی، یک موجود عجیب قدیمی که خداوند از اون بالا آوردش برای من، برای ما، من دوستانم، کسانی که این حرفا رو این بالا زدن، قطره ای از دریایی بود که در وجود ستاره بود، آوردش پایین که ماها رو ارشاد بکنه، ماها رو شاد کنه، ما رو عاشق بکنه، عاشق شدن، عاشق بودن رو یاد بده، عشق گرفتن، عشق دادن رو یاد بده. اما طور که علیرضا گفت، نادر گفت، بچه ها تک تکشون به درستی گفتن، یاد میداد به ما وقتی توی مجلسی بود عشق رو بتونه که به زبان میاره به مدعوی یاد میداد. باور کنین راست میگم خودش بده، ولی اون پا به پای جمعی اومد و تا آخرین درسته هم آمد، همانهایی که تا آخرین دسته خواست که بیژن به کارش ادامه بده، نشینه و مردم در کنارش باشه. این شخصیت واقعی و ستودنی یک زنه، یک انسانه که در آخرین لحظه در اون حالت که چشمش رو بسته به فکر عزیزترین کسشه، تا این که بگه آخ سرم درد میکنه، آخ چی شد، آخ چی میشه، وای وای، هیچ کدوم از اینا رو از زبان ستاره نشنیدی، فقط بیژن بود و این یک لام استوری شد. با امیدوار هستم که همه ما در کنار دوستی باشیم که هر وقت لازمش داشتیم اون در کنار ما بوده. میدونم صدای من میشم فقط مختص این مجلس نیست، فردا پس فردا در دنیای مجازی پخش خواهد شد. خواستم خواهش کنم، تمنا کنم از عزیزانی که هموطن و محبت میکنن، بعضی هاشون یک کمی بی‌انصافی میکنن، ما قلبمون شکسته است. من به خانوادم و خانواده ستاره، خواهرش مرحوم و خانواده من، ما تیکه تیکه های قلبمون و روح و جسممون از زمین داریم جمع میکنیم تو میتونیم رو بایستیم. تو رو خدای خود اذیت کردن بگوید، شاید من کمتر بسازید. خواهش بکنم ازتون چیزایی که بعضی ما من میبینم واقعا بی‌انصافیه. من اگر میرم رو صحنه برنامه اجرا میکنم، درست عشق صحنه دارم، درست از 2.5 سال خودم رو عجیم کردم با موسیقی، خودم رو ادغام کردم با موسیقی، جزی از وجود منه، ولی ستاره عزیزتر برای من، خیلی از موسیقی برای من عزیزتر، خیلی از جان برای من عزیزتر. باور کنید دروغ نمیگم، من حاضر بودم 2 روز دیگه زدن بیشتر زندگی میگم، ولی جان من کامل میرم، اینو به جان پسرم که جانش رو راست میگم، ولی نشد. خداوند یه جوری خواست. به شما مثل خانواده خودم میدونم، چه شما که جو حضور دارید، چه اونه که صدای من رو بعدا خواهم شنید از دنیای مجازی و رسانه دیگه، شما مثل خانواده ما میبونید، ما با شما محرمیم، حرفهایی رو به شما میزنیم که به کسی دیگه نمیزنیم، حتی در خفا، ولی با شما هستیم یه انرژی عجیب غریبی میگیریم، با شما مطرح میکنیم، سعی میکنیم بهترین ما رو، آن چه از دل ما در میاد، آن چه از مغز ما در میاد، آن چه از احساس ما در میاد رو دو دستی تقدیم بکنیم. این رو برای به شما گفتم که بدونید ستاره من حرفش رو زمین نمیمونه و من خانواده به این عزیزی دارم که هم هوای من دارن هم هوای ستاره رو. در این راه رو من به عنوان یک شوهر، به عنوان یک کوچیکش، برای که با من حاضر بودم تا تمام عمرم آدمی شروع کنم، اگر به هر صورتی برمیگش بشه من مهم نبود، نتونه حرف بزنه، نتونه حرف بزنه، یه
سر خواهم کرد. چون ما ایرانی ها خواست های مشترکی داریم که خودمون بهتر از هر کسی دیگه میتونیم. باید یه چیزایی تا تکرار بشه تا فراموشی رو دست نده و این رو زود فراموش بکنم. من دسته به نامش میزنم بنیاد خیلیری به نام دسته داره بکنم. خدا قرار بده بیشتری کار انجام میدم که اسمش جاوید بمونه و میدونم که شما عزیزم من تنها نمیذارید. وقتتون رو خیلی گرفتم، ازتون بسیار بسیار سپاسگزارم. تشریف بودید. جمله آخرم رو اینطوری عرض میکنم خدمتتون که ستاره من بیش از اینکه یک همسر بسیار 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 وفادار و نازنین و پاک و معصوم و مظلوم بود، بیش از اینکه یک رفیق بی همتا بود، بیش از اینکه یک همکار بسیار عالی بود، بیش از اینکه یک غمخوار بی نظیر بود، اینها رو در وصفش کم بگم. فقط بگم که ستاره من الان جزء دی ان ای منه. صحنه هایی بود از مراسم گرامی داشته و به یاد نازنین ستاره سعیدی مرتضوی، همسر هنرمند گرامی کشورمون بیژن مرتضوی. روحش شاد باشه، که حتما همینطور خواهد بود و باید جشن گرفت برای تولد دوباره ستاره نازنین. قسمت این بود تا 39 سالگی در بین ما باشه و بعد از اون پذیرای تولد دوباره باشه. جاش برای ما بسیار خالی خواهد بود. خب زندگی اینه که درسته که عزیز عزیزمون رو دست میدیم و بسیار متاسفم، بسیار، ولی بهتره که مود برنامه رو عوض کنیم و اون اینه که